دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مغز جوان و تنی سالم داشته باشید. امروز میخوام در مورد مشخصات متفاوتی که جنبش ژینا با جنبش های پیشین داشت صحبت بکنم. واقعیت اینه که بیشتر حرکت هایی که ما تا به امروز داشتیم تا سال تقریبا 88 بیشتر وظیفه محور بود، یعنی به عنوان یک فرد در اجتماع وظیفت چیست، باید به عنوان یک فرد در اجتماع از مملکت دفاع بکنی، از خانوادت دفاع بکنی و و و و غیره. از سال 88 تقریبا نوع تفکر جامعه نسبت به اعتراضات به این شکل بود که حق محور بود نه وظیفه محور، یعنی اینکه اگر من وظیفه دارم که در جامعه مثلا در جنگ شرکت بکنم و از وطنم دفاع بکنم، آیا حق من در جامعه چیست؟ حق رأی، حق انتخاب پوشش، حق به اصطلاح تفکر آزاد. حرکت های از سال 88 تقریبا حرکت های حق محور بودن، ولی تا سال 88 تقریبا نسل وای یا نسل ایگرگ در مبارزات شرکت میکرد، در حالی که در سال جدید ما در این حرکت جدید مبارزات ژینا اون نسل زد داره مبارزه میکنه. نسل زد نسلی است که تقریبا هولوش 20-25 سال عمر دارن در حال حاضر، در زمانی به دنیا آمدن که اوج انقلابات الکترونیک و تعاملات به اصطلاح الکترونیکی بود، یعنی سیستم فضای مجازی و استفاده از فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و دیگر ابزارهای الکترونیکی. اگر ما در قبل برای ارتباط برقرار کردن با همدیگه احتیاج به ملاقات حضوری داشتیم یا حداکثر تعداد قابل ملاحظه‌ای حتی تلفن نداشت برای مبارزه کردن، برای صحبت کردن با هم دیگر، دنیای نسل زد دنیایی است که شامل هزاران شبکه ماهواره‌ای و اینترنتی هستش که میتواند اطلاعات رو در عرض چند ثانیه منتقل بکنه و در عرض چند ثانیه اطلاعات رو کسب بکنه. وقتی که در گذشته یک اتفاق سیاسی یا یک اتفاق اجتماعی می افتاد تا رسیدنش به گوش شنوندگان و موضعی گیران سیاسی ممکن بود روزها و حتی هفته ها طول بکشه، ولی در حال حاضر این اتفاقات در کسری از ثانیه صورت می گیره و از طریق موبایل به گروه های مختلف فکری، به گروه های مختلف اجتماعی انتقال پیدا می کنه. نسل زد با انقلاب الکترونیکی به دنیا آمده و با انقلاب الکترونیکی بزرگ شده و حتی تمام این محدودیت های اینترنتی که دولت حاکم بر جمهوری اسلامی بر دولت ایران سعی میکنه ایجاد بکنه و محدودیت های اینترنتی باعث بشه که اینا با هم دیگه ارتباط برقرار نکنن، اینها معمولا راهی برای مبارزه، راهی برای کسب اطلاعات و راهی برای ارتباط برقرار کردن پیدا میکنن. حتی در بازی های کامپیوتری با هم دیگه در ارتباط هستن، در بازی های کامپیوتری رو به عنوان راههایی برای صحبت کردن با هم دیگه انتخاب میکنن. اگر این سایت رو فیلتر میکنید، سایت دیگری رو به عنوان آلترناتیو ایجاد میکنن و به هر حال روابط الکترونیکی که با هم دیگه دارن کنترل اونها رو از طرف حاکمیت تقریبا غیر ممکن میکنه. نسل زد نسلیه که جوان است و همدیگر رو خوب درک میکنه، میتواند که با همدیگر خیلی سریع رابطه برقرار بکنه، خیلی سریع سازماندهی بکنه و سازماندهی که نسل زد میتواند بکند با نسلهای گذشته یک مقدار متفاوت است. نسلهای گذشته یک سیستم هرمی قدرت در درون خودش داشت که از بالا به پایین بود، هرم عمودی، و نسلی وظیفه محور بود، یعنی وظیفش در اجتماع رو سعی میکرد پیاده بکنه بدون اینکه حقی مطالبه بکنه. این رو در انقلاب 57 دیدیم، در جنگ ایران و عراق دیدیم و در بیشتر مسائل اجتماعی که در گذشته داشتیم اینها رو دیدیم. انقلاب ژینا در حال حاضر انقلابی است حق محور،
حق پوشش برای زنان، حق انتخاب برای زنان، حق دموکراسی، حق رأی دادن، حق رأی گرفتن، حق دموکراسی، حق زندگی آزاد. برعکس حرکت های پیشین که بیشتر بهتون گفتم، مسائل به اصطلاح وظیفه محور بود. از طرف دیگه وجود سیستم های الکترونیکی و فضای مجازی که در حال حاضر در دنیا به وجود اومده باعث شده که مقداری از سیستم تولید ثروت تغییر پیدا کرده باشه. قبلا برای کارهای درآمدزا معمولا حرکت های فیزیکی، کارهای فیزیکی مهم بود، باید فیزیکن در اداره قرار می گرفتی، فیزیکن مثلا در محیط کارت قرار می گرفتی و کار می کردی. در صورتی که در حال حاضر این دنیای مجازی امکان رو داده که درصدی از مردم درآمدشون رو از طریق فضای مجازی به دست بیارن، بدون اینکه در محیط فیزیکی قرار داشته باشن، در محیط فیزیکی کار قرار گرفته باشن، از راه دور مثلا کارهاشون رو انجام بدن یا از راه دور مطالعه بکنن. این امکاناتی رو داده و گسترش درآمد خانوارها رو از طریق فضای مجازی ایجاد کرده و نقش زنان رو در تولید ثروت بالا برده. در سالهای گذشته، هرچند من آمار دقیقی ندارم، ولی تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه ها رو خانم ها تشکیل می دادن و رشد آموزش زنها باعث شده که زنها بیشتر به حقوق خودشون واقف باشن و حقوق خودشون رو مطالبه بکنن. ممکنه این حرکت مبارزاتی مردم در حال حاضر حرکتی با فراز و نشیب باشه، روزهایی کند و روزهایی تند بشه، ولی واقعیت اینه که این حرکت دیگر مثل غولی است که از چراغ جادو خارج شده و دیگر باز نخواهد گشت. و دلیل اساسیش اینه که باز هم عرض کردم که نسل زد نسل حق محور هست، نه نسل وظیفه محور. و واقعیت اینه که درصد بسیار زیادی از جامعه امروز به حقوق خودشون واقف هستن و به دنبال کسب حقوق خودشون هستن. این نسل وارث تمام مبارزات گذشته هستش و تمام حرکت هایی که در تاریخ معاصر ما داشتیم، اینها ازش درس گرفتن، بیشتر ازش آگاه هستن و توانایی انتقال تجربیاتشون رو به صورت سریع و به صورت الکترونیکی دارا هستن. نسلی که بر آنها حاکم است در واقع نسلی بسیار عقب افتاده تر است از لحاظ تکنولوژیک و توانایی کنترل نسل زد رو نداره. این حرکت ها به دلیل اینکه حق محور هست کمتر هزینه می خواهد بدهد و بیشتر دنبال کسب حقوق خودش هست و بیشتر سعی میکنه حرکت رو به شکلی مدیریت بکنه که کمترین هزینه رو داشته باشه. مثلا از پشت پنجره آپارتمان شعار دادن بسیار آسانتر است از شعار دادن در خیابان. اعتراضات مدنی بدون هزینه یکی از راههایی هست که نسل زد در پیش گرفته و به سمت پیروزی داره میبردش. انقلاب معاصر هم اگر انتظار داشته باشیم در 2 هفته 3 هفته به نتیجه برسه، این یک توهم بیشتر نخواهد بود. معمولا انقلابات حرکت های خشونت آمیزی هستند که مدت زمان طولانی رو هم طی خواهند کرد، ولی واقعیت این است که انقلاب جدید انقلابی است که واقعا تمام تئوری های انقلاب پیشین رو داره زیر سوال میبره، به این دلیل که سعی میکنه خشونت طلب نباشه، خشونت محور نباشد و سعی میکند که به صورت ریشه‌ای خواستهای خودش رو در جامعه تبلیغ بکنه و این مسئله حق محوری رو از به سمت لایه‌های مختلف اجتماعی پخش بکنه و سعی بکنه که این حق محوری رو به اصطلاح ریشه دار بکنه. اینکه بتوان این جنبش رو سرکوب کرد تقریبا غیر ممکن هست، ولی این جنبش ممکن است، باز هم میگم، که فراز و نشیب هایی داشته باشه، روزهای کند و روزهای تند باشه.
برای رسیدن به پیروزی احتیاج به این داره که نسلهای دیگر هم کمک بکنن با اعتصابات، با اعتراضات گسترده تر قدرت رو از دست حاکمان در بیارن. هنوز قسمت هایی که در جامعه به اصطلاح قسمت های به اصطلاح کم درآمد و به اصطلاح معیشت محور هستند وارد این انقلاب نشدند، به این دلیل که توانایی تأمین مالی خودشون رو برای مدت طولانی ندارن. اگر در اعتصابات شرکت بکنن یا در اعتراضات شرکت بکنن و مدتی درآمد نداشته باشن، کسانی که درآمد پایینی دارن متاسفانه دچار مشکل میشن و به همین دلیل فعلا اون قسمت معیشتی جامعه وارد انقلابات نشده و به اصطلاح انقلاب در این قسمت دچار نقص هست. ولی خوشبختانه این حرکت داره به سمت معقول خودش طی طریق میکنه و داره به سمتی میره که احتمال بسیار زیاد همه گروه های مختلف جامعه رو در خودش حل خواهد کرد، به دلیل اینکه واقعا عقلانی داره عمل میکنه و سعی میکنه کمترین هزینه رو برای انقلابیون و بیشترین هزینه رو برای سرکوبگرها درست داشته باشه و سعی میکنه با پخش حرکتش در سطح جامعه هم روشنگری بیشتری داشته باشه و همین که نیروهای سرکوبگر رو پخش بکنه و خسته بکنه و به اصطلاح دچار تزلزل بکنه. با اسنادی که منتشر شده و با چیزهایی رو که از طریق جراید و به اصطلاح رادیو تلویزیون ها می شود دید، این است که نیروهای سرکوبگر هم در درون خودشون دچار انشقاق هستند و این انشقاق بهشون این مشکل رو براشون ایجاد میکنه که نمیتوانن اونجوری که لازم و شاید و باید هست نیروها رو سرکوب بکنن. انقلاب حرکتش حرکت بسیار زیبایی بوده چون حق طلبانه هست. این انقلاب به خانواده نیروهای سرکوبگر هم نفوذ کرده و واقعیت این است که هیچ کس رو نمیتوان پیدا کرد که منکر حق طبیعی خودش در انتخاب پوشش یا انتخاب زندگی شخصی خودش دانست. یواش یواش این حرکت بیشتر و عمیقتر وارد لایه های مختلف اجتماعی خواهد شد و از درون باعث ریزش نیروهای دولتی خواهد شد و این باعث می شود که نیروهای دولتی در سرکوب این اعتراضات به شکست مجبور به شکست بشن. اون چیزی که در حال حاضر مهم است این است که باید سعی کرد به نیروهای داخل حاکمیت هم این پیام را رساند که در آینده ایران، آینده ایران آینده ای حق محور هست، آینده ای وظیفه محور نیست و در آینده ایران هر انسانی حق حیاتش و حق زندگی آبرومندانش پابرجاست و در انقلاب آینده، در حرکت‌های آینده هیچ کسی به خاطر هیچ کاری محکوم به مرگ نخواهد شد و شکنجه نخواهد شد. این باعث می شود که نیروهای سرکوبگر ریزش بیشتری داشته باشند. باید در توبه به اصطلاح باز باشد که هر کسی که دستش به خون آلوده نیست اگر سمت مردم رو بگیرد امکان عفوش وجود داشته باشه و بهش این امکان رو داده باشیم که بتواند به آغوش ملت بازگردد. دیده میشه که خیلی از روشنفکرها، خیلی از فوتبالیستها، خیلی از سینماگرها، خیلی از هنرمندها، کسانی که اگر به سابقه شون نگاه بکنی سابقه بسیار درخشانی هم ندارند، بعضی هاشون در حال حاضر پشت مردم میستادند و خودشون رو همراه مردم کردن و این بهشون این امکان رو داده که از طرف مردم پذیرفته بشن و این باعث شده که اونا هم یک قسمت از انقلاب رو همراهی بکنن.
باید سعی بکنیم که این پیام رو بیشتر توسعه بدیم که آینده ایران آینده دموکراتیک خواهد بود، آینده ای خواهد بود که در اون شکنجه و اعدام وجود نخواهد داشت، آینده ای خواهد بود که موازین حقوق بشری در اون اجرا خواهد شد، کسی به خاطر تفکرش، کسی به خاطر جنسیتش، کسی به خاطر رنگش، کسی به خاطر زبانش مورد تمسخر یا آزار و اذیت قرار نخواهد گرفت. واقعیت این است که دو چیز هستش که مردم رو دل سرد میکنه از مبارزات. یکی این که امکان داره در خلأ قدرتی که به وجود خواهد آمد خشونت به ایران حاکم بشه مثل سوریه، و قسمت دیگه خطر تجزیه ایران. واقعیت اینه که خطر تجزیه یا خطر خشونت در ایران بسیار پایین است، به این دلیل که درصد زیادی از مردم ایران در حال حاضر دارای تحصیلات بالا هستند، دارای مطالعات بالا هستند، و قسمت اعظمی از مردم ایران به دنبال حق خودش هست نه به عنوان ادای وظیفه. امیدوارم که وضعیت ایران زودتر به نتیجه برسه و از راهی مسالمت آمیزتر به نتیجه برسه. بیشتر چیزی که من مثلا به شخص خودم علاقمند هستم و آرزو دارم اتفاق بیفته این است که تغییر حکومت از راه انتخابات باشه نه از راه خشونت آمیز. باید دید که در آینده چه اتفاقی میفته، آیا حکومت مرکزی حاضر هستش که مصالحه بکنه. هرچند از طرف من، از دید من، مجبور به مصالحه خواهد بود، چرا که وظیفه دولت چند وظیفه داره یک دولت، و یکی از وظایفش مثلا تأمین امنیت و وظیفه دیگر مثلا تأمین کرامت انسانی هست. حکومت جمهوری اسلامی متاسفانه در قسمت‌های زیادی از وظایفی که به عهده داره به عنوان حکومت متاسفانه نتوانسته جوابگوی نیازهای مردم باشه، نه کرامت انسانی انسانهای مقیم جامعه رو داره تأمین میکنه و نه اینکه داره امنیت سیاسی و اقتصادی و به اصطلاح جانی افراد رو تأمین میکنه، و این باعث خواهد شد که در آینده ریزش بیشتری داشته باشه. و چون جوابگوی نیازهای بر حق جامعه نیست، مجبور به عقب نشینی خواهد بود و مجبور به شکست خواهد بود. جمهوری اسلامی 100% مجبور به شکست است، ولی امیدوارم که این حرکت مسالمت آمیز باشه و کمترین هزینه رو داشته باشه. متاسفانه آمار تلفات و آمار شهدای این انقلاب بسیار بالا رفته. امیدوارم که خدا صبوری بده، صبر بده به خانواده شهدا، ولی امیدوارم که این هزینه ها دیگه بیشتر از این نباشد. اطمینان میدم که این حرکت ادامه پیدا خواهد کرد و اطمینان میدم که این حرکت به پیروزی خواهد رسید. من از اولین ویدیوهایی که در این برنامه در این یوتیوب آپلود کردم بیشتر به این نتیجه اشاره کردم که تا سال 2023 وضعیت خاورمیانه به شدت تغییر خواهد کرد. ممکن است مرزهای جغرافیایی تغییر بکنه، ممکن است حکومت‌های زیادی تغییر بکنه. واقعیت این است که تا سال 2023 احتمال ریزش بیشتر حکومت‌های دیکتاتوری در منطقه وجود دارد، ولی این رو نباید فراموش کرد که دو نقطه استراتژیک جهان مثل اوکراین و تایوان در حال حاضر افکار عمومی دنیا رو به خودش مشغول کرده و ایران و خاورمیانه فعلا در اولویت سوم قرار داره و هیچ یک از کشورهای اروپایی و آمریکایی نمیخواهند که خاورمیانه دستخوش تغییرات بنیادین بشه و انرژی جهانی رو به خودش مشغول بکنه. ولی بعد تاریخی اجتماع و بعد رشد سریع اجتماع ایران از لحاظ مادی، از لحاظ تفکری و از لحاظ حق محور بودن، این حاکمیت ها رو مجبور به سقوط خواهد کرد و متاسفانه یا خوشبختانه این منطقه رو دستخوش تغییرات بنیادی خواهد کرد.
به امید دیدار شما در ایرانی سربلند و آزاد و دموکراتیک.